خدمت دوستان دومین جلسه سمینار خودمون رو با موضوع اعتراضات و جریانات مطالبه گری و تنش هایی که در ماه‌های اخیر در ایران وجود داشت شروع می‌کنیم امروز 17 بهمن 1401 هست و موضوعی که ما امروز بهش میپردازیم مسئله دیالکتیک درون برون در رابطه با موقعیتی است که ما میخوایم به اون با عنوان موقعیت ژئوپلیتیک شاید بتونیم بگیم موقعیت سیاسی جغرافیایی ایران در منطقه و در جهان و رابطه جهان با ایران اشاره کنیم خب مسئله برون و درون رابطه است که صرفا به موضوع کلانی مثل سیاست خارجی در این کشور بر نمیگرده ما میتونیم چند مثال کوچیک در این زمینه بزنیم تا متوجه بشیم و بعد ببینیم نگاه انسان شناسی به موضوع چگونه است مسئله برون درون وقتی است که ما یک پدیده رو یک بار از داخلش بررسی کنیم چیزی که در انسان شناسی به اون امی ام کم گفته میشه و یک بار از برونش بررسی کنیم چیزی که به اون اتیک گفته میشه در روش شناسی انسان شناسی بنابراین ما میتونیم این درون برون رو به حوزه های دیگه هم کاملا تعمین بدیم فرض بکنید که ما وقتی یک فرد رو داریم میتونیم اون فرد رو درون خودش بررسی کنیم که خب این ما رو میرسونه به اون چیزی که بهش گفته میشه مومن روانشناسی یا اون فرد رو از بیرون بررسی کنیم و در رابطه با بیرون بررسی کنیم مثلا جامعهش که این ما رو میرسونه به جامعه شناسی فرد گروهی شده جامعه شناسی رو میسازه و فرد درونی روان شناسی رو هرچند که این دو با هم رابطه دیالکتیکی دارند که بدون همدیگه نمیتونن بررسی بشن ما یک فرد رو بدون بررسی تاریخ روابط اجتماعیش نمیتونیم بفهمیم همطور که یک جامعه رو بدون اینکه بفهمیم که افراد اون جامعه چطور شخصیتشون شکل گرفته نمیتونیم بفهمیم همین رو در رابطه فرض بکنید یک شهر و پیرامونش ما میتونیم بگیم فرض بکنید شما تهران رو در نظر بگیرید و مثلا شهرهای دیگه ایران رو در رابطه با تهران در نظر بگیرید که یک مرکزیتی داره اگه مرکز تهران رو ما در نظر بگیریم و بعد شهرهای دیگر رو هم در نظر بگیریم باز به یک رابطه درون برون میرسیم که تهران رو میشه درون خودش بررسی کرد با مسائل خودش و شهرستان ها با مسائل متفاوتی که در اونها وجود داره و به دونو شناخت میرسیم از یک طرف میگیم تهران شناسی از یک طرف میگیم ایران شناسی که این دو با هم ارتباط هم داره در رابطه با مسئله جوپولیتیک هم همین مسئله هست ما پدیده ای داریم به نام ایران به مسابقه یک دولت ملی یک دولت ملت که دست کم از ابتدای قرن بیستم با عنوان یک دولت ملت مدرن شناخته میشه جدید شناخته میشه ولی قبل از اون هم سابقه یک دولت پیش سنتی و باستانی داشته از لازم دولتی پیشینه ما بسیار قدیمی است قدیمی ترین دولت پیوستی هستیم که امروز در جهان وجود داره و پیشینش به 2500 سال پیش میرسه ولی از طرف دیگه هم ما یک منطقه داریم منطقه خاورمیانه که عمدتا معماری اون در بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت میتونیم بگیم بین جنگ جهانی اول و دوم شکل گرفت با سقوط امپراتوری های استعماری با که آخرینشون بریتانیا و فرانسه بود و همینطور سقوط امپراتوری های منطقی مثل امپراتوری عثمانی مثل امپراتوری اتریش مجار و به وجود اومدن قدرت های بزرگ جدید مثل شوروی و یعنی به خصوص شوروی و آمریکا که بعد از جنگ جهانی دوم جهان رو به دو بخش کردن و شروع کردن یک فرایندی رو که بهش میگن جنگ سرد با هم از طریق یک نوع پرهیز از مبارزه مستقیم ما هم ولی مبارزه بسیار سخت از طریق دولت های دیگه به خصوص دولت کوچکی که خب این رو اثرش رو در همه جا ما میتونیم ببینیم بسیاری از کشورها از جمله کشور خود ما سیستم های سیاسی که درش حاکم هستند و بودن تا دوره های متاخر سیستم های هستن که حاصل همین جنگ سرد هستن و قبل از اون هم حاصل روابطی که بین دولت های استعماری که در حال از بین رفتن بودن و دولت های جدیدی که داشت شکل می گرفت و ما مثلا میتونیم بگیم که پهلوی ها به رضا عمدتا حاصل فروپاشی دولت های استعماری هستند و اینکه دارن خارج میشن از مستمرات خودشون و جایگزین میخوان میکنن قدرت خودشون رو با قدرت هایی که حامیشون باشن بعد از رفتنشون و دولت پهلوی دوم حاصل به اصطلاح جنگ سرد و رقابتی که بین آمریکا و شوروی وجود داره و همطور اگر بیایم جلو اون چیزی که در موقعیت کنونی ایران تاثیر داشته شکل گیری سقوط و غیره حد زیادی ناشی از موقعیت جهانی بود که در انتهای دوران جنگ سرد بود و بنابراین امروز هم ما میتونیم بگیم که شاید بخشی از تحولاتی که امروز شاهدش هستیم در منطقه خاور میانه و در کشور خودمون یک چرخشی رو در سیستم جهانی و ژئوپلیتیک سیستم جهانی نشون بده امروز ما در حال یک تغییر اساسی هستیم در سیستم های جهانی که میتونیم بگیم کلید این با ترامپیسم در آمریکا زده شد و یک نوع اقتدارگرایی که خب باعث شد که کل جهان بره به طرف سیستم های شپ فاشیستی، سیستم های زورگویانه، سیستم های تند روانه و رادیکال ملیگرایی های سخت پس زدن دیگری پس زدن فرهنگ های دیگه جنگ فرهنگ ها و غیره که این هنوز در خود آمریکا دیده میشه در کشورهای اروپایی ما شاهد این بودیم در همه جا احساب فاشیستی رشد کردن مخالفت با مهاجران رشد کرده اسلام حراسی رشد کرده پوپولیسم رشد کرده و غیره اما گروه معتقد هستند که این رشد یک رشد موقت بوده به دلیل اینکه نتیجه اون یا باید یک تنش گسترده جهانی باشه که این فرهنگ ها در واقع با هم وارد یک نوع جنگ بزرگ بشن و اون هم نتیجه نخواهد داشت جز از بین رفتن اصلا بشریت و گونه انسانی این تئوری هستش که از شروع جنگ جهانی سوم همین الان هم صحبت میکنه این معتقد این جنگ شروع شده یه مقداری ادامه تئوری هستش که سالها پیش آنتینگتون مطرح کرد برخورد تمدن ها حالا در یک نمونه تجدید شدهش ولی بر تقدیر نشانه هایی که این مسئله واقعا یک جنگ جهانی سوم هست که کلیدش در اوکراین خورده نمیتونیم بگیم نفی شده کاملا ولی به نظر من از این لحاظ منتفیه که اگر همچنین چیزی واقعیت داشته باشه جز با از بین رفتن کامل انسانیت یا یک عقبگرد کاملی در انسانیت نمیتونه به نتیجه برسه ما نمیتونیم شاهد این باشیم که در آمریکا و در کشورهای غربی و بعد حتی در کشورهای شرقی مثل روسیه و چین دولت‌های اقتدارگرا زورگو پوپولیست ناسیونالیست مخالف دیگری مخالف اصطلاح همزیستی بین‌المللی در جهت تروریسم های بین در جهت عدم سازش و همکاری بین فرهنگ های مختلف در جهت باز هم توسعه یک جانبه گروهی از کشورها ثروتمندتر شدن هر چه بیشتر کشورها در جهت اینکه مهاجرت رو به عنوان یک راه حل برای کشورهایی در حال توسعه مطرح بکنن و بدون اینکه توجه کنن خب این مهاجرت از یک طرف یعنی در کشورهای توسعه یافته به تکسر فرهنگی غیرقابل مدیریتی میرسه که در اونها هرچه بیشتر فاشیسم رو رشد میده هر چه بیشتر مخالفت با خارجی رو رشد میده و مهاجرت رو تبدیل میکنه اصولاً به یک مسئله اجتماعی غیر قابل حل که الان همه باش درگیرن در آمریکا امروز باش درگیرن در فرانسه باش درگیرن و غیره و فاشیسم که به این ترتیب رشد میکنه پوپولیسم و ملیگرایی و ناسیونالیسمی که به این ترتیب رشد میکنه عاملی هستش در به خطر انداختن دموکراسی این کشورها ها کم این که در آمریکا عملا یکی از دو حزب بزرگش یعنی جمهوری خواه تخریب شد در اروپا اعتلاف گلیستی ابتدا تخریب شد و بعد حزب سوسیالیست و حزب کمونیست تخریب شد و در حال حاضر شما میبینید که مکرون که در قدرت هست که بیشتر نماینده به صلاح قدرت های داری اقتصادی است ولی چاره هم نیست در مقابل مکرون تنها آلترناتیوی که وجود داره نوفاشیست های لوپن هستن خب این تخریب به اصطلاح سیستم های سیاسی که با ترامپ شروع نشد چون خود ترامپ هم یک محصول بود یک نتیجه بود نه اینکه خودش ایجاد کننده ترامپیسم باشه ترامپیسم نامی است که برای یک نوعی از پوپولیسم سیاسی گذاشته میشه که جدید هست و من بیشتر اون رو نتیجه ریگانیسم و تاچریسم میدونم که از دهی 1980 شروع شد و نولیبرالیسم رو میدان رو کاملا جلوش, رو جلوش باز کرد و بعد از اینکه شوروی سقوط کرد دیگه برگ سبزی بهش نشون داد که هر کاری بخواد میتونه در جهان بکنه و اونم کرد خب نتیجهش هم همین شد که امروز بینیم جهان به یک موقعیت غیر قابل مدیریت رسیده ولی من بیشتر امیدوار هستم که این موقعیت موقعیت باشه که با یک مقاومت گسترده بین و مللی. چه در کشورهای جهان سوم چه در کشورهای مرکزی پاسخ بگیره که شروع شده به نظر من تریه این رو ما در خود آمریکا دیدیم در انتخابات میانداره ای آمریکا که به طور کلی قاعدتا باید ترامپیسم در اونجا می برد که نبرد و حرکت زندگی در آمریکا شروع شده به سود اینکه تکثر فرهنگی رو تاریخ واقعی این کشور رو وارد سیستم آمریکا بکنه کنترل ها رو افزایش بده بر سیستم های به سرمایهداری که کل سیاست این کشور رو در دست داشتن آدم های جدیدی وارد کنگره وارد سنا شدن اقلیت ها مسلمان ها سیاپوستان و خیلی کسان دیگه و در مجموع همه به دنبال این هستند که بتونن راه حلی پیدا کنن کار بسیار سختی است ولی به هر حال دنبال این هستند در اروپا هم به همین ترتیب اشتباهات بسیار زیادی انجام شده نولیبرالیسم که رها شده بود به حال خودش این کشورها رو به وضعیت اسفباری رسونده ولی خب یک آگاهی در حال شکل گرفتن و یک جنبش در حال شکل گرفتن من لزوما نمیخوام بگم که به زودی مثلا در پنج سال آینده ده سال آینده یک جنبش جهانی شکل خواهد گرفت در همه کشورها که سیستم های دولتی و عقب بشونه ولی به هر حال مقاومت رو امروز ما میتونیم در سراسر دنیا ببینیم شاید اون چیزی که در ایران هم دیده میشه بخشی از این باشه شاید کلید این مقاومت در کشورهایی مثل ایران و کشورهای کوچیک بخوره و مردم این کشورها دیگه یک بار برای همیشه بگن که نه ما نمیتونیم فقط به این امید بشینیم که مهاجرت کنیم و بریم به کشورهای مرکزی تا بتونیم زندگی کنیم ما میخوایم اینجا بمونیم و اینجا زندگی خودمون رو بسازیم این میتونه شروع یک نگاه جدید به سیستم های باشه که سیستم های جدید سیاسی رو هم میتنه به من نگاه هم به جریان رابطه ایران و جهان و رابطه موقعیت محلی و جهانی چنین چیزی هستش یعنی اینکه ما همونقدر شاهد دگرگون شدن درون برون ها و دیالکتیک درون و برون در افراد هستیم در ایران در به مناطق ایران در بین گروه های جماعتی ایران در بین نسل های جدید ایران در بین کسانی که سرمایه های فرهنگی متفاوتی دارند گروه های قومی که در ایران وجود داره گروه های زبانی که وجود داره سلایق مختلفی که وجود داره نگاه های مختلف سیاسی که وجود داره نگاه های مختلف فرهنگی که وجود داره هر کدوم از اینها میتونه شروع یک درون برون جدید باشه که در مجموع نیازمند سیستم های سیاسی جدید هست این که میگم سیستم سیاسی جدید برخلاف خیلی ها من لزوما سیستم سیاسی جدید رو با یک سیستم حکومتی جدید یکی نمی کنم. یعنی چی؟ یعنی اینکه معتقد نیستم لزوما با تغییر یک حکومت سیاسی چیزی در سطح جامعه عوض میشه یا برعکس یعنی که اگر جامعه عوض بشه بلافاصله سیستم سیاسی هم عوض میشه اینطور اتوماتیسم ما نداریم ولی اگر بین این دو بخوام انتخاب بکنم واقعا معتقد هستم که سیستم و موقعیت جوپولیتیک کشور رو موقعیت فرهنگی اون کشور موقعیت انسان اون کشور تعیین میکنن و ما اگر انسان باشیم که فرهنگ درمون رشد کرده باشه تونسته باشیم هر کسی در اطراف خودش فرهنگ رو رشد داده باشه آدم های متفاوتی شده باشه میزان تحمل رو در خودش بالا برده باشه قابلیت همزیستی با دیگران رو بالا برده باشه از سیاه و سفید دیدن چیزها در خودش جلوگیری کنه متوجه این قضیه باشه که اگر به عنوان یک دیگری دیده شده تحقیر شده سرکوب شده خودش نباید این رفتار رو با دیگران بکنه اگر قربانی یک لومپنیسم و ارازل باشی بوده که مجبور بود اونها رو تحمل کنه زبان اون ارازل باش رو نگیره با دیگران به این صورت رفت برخورد نکنه از خشونت پرهیز کنه و این مهمترین هدفش در زندگی باشه خب به این ترتیب ما گروههای مقاومتی رو میبینیم که شروع می‌کنن های مثبتی رو می‌بینیم که شروع میشه و این خواه نخواه موقعیت رو تغییر میده من با نگاه امیدوارانه به آینده نگاه می‌کنم نه آینده خیلی نزدیک ولی به هر حال در میان مدت فکر می‌کنم که این وظیفه ماست به هر حال که در این جهت گام بردیم حالا اگر این نشد که خب نشده و کاری نتونستیم بکنیم ولی اون بحث دیگه است ولی من معتقدم که معتقدم که باید با نگاه خوشبینانه ای به قضیه نگاه کرد و اگر به این ترتیب به قضیه نگاه کنیم میبینیم که مسلما سیستم سیاسی و موقعیت ما و موقعیت خاور میانه باید دچار یک تغییر اساسی بشه این تغییر اساسی اون چیزی نیست که مثلا شخصیتی مثل بن سلمان ادعا بکنه که تا مثلا 20 سال دیگه امارات و منطقه بسلا عربستان و غیره تبدیل خواهد شد به اروپای جدید مثلا من کشوری مثل عربستان که رکورددار اعدام در طول ده سال اخیر و با اون شیوه به وحشیانه ای که حکومت داره انجام میشه آینده ای نخواهد داشت اگر آینده ای داشته باشه از همون نوع اول دیستوپیایی است که من گفتم یعنی جهانی که در اون یک جنگ جهانی سوم رو ما شاهد باشیم این که فرهنگ ها به جون هم دیگه بیافتن و آینده بشریت به نوعی به نوعی تخریب بشه و چیزی باقی نمونه بنابراین اگر ما نگاه مثبتمون رو نگه داریم و من فکر کنم هدف مبارزه اجتماعی باید رسیدن به همین نگاه مثبت باشه وگرنه اینکه ما خواسته باشیم صرفا منفی بافی بکنیم ما رو به جایی نمیرسونه اگر با این نگاه بخوایم نگاه کنیم باید راه حل های عملی و پراتیکی پیدا بکنیم که بتونه موقعیت ما رو در جوپولیتیک خواهر میانه و در جوپولیتیک جهانی به جایی برسونه خب مشکل اساسی که من میبینم صرف نظر از اینکه چه حکومتی هست یا چه حکومتی نیست و چه حکومتی در آینده باشه یا نباشه در این است که سیاست تا اطلاع ثانوی که ما در جهان دیگه باشیم نمیتونه و نتونسته تا الان جز از خلال اون چیزی که بهش گفته میشه ریال پلیتیک یعنی سیاست واقعی به عمل برسه یعنی چی؟ این یک واژه ای آلمانی به قرن 19 برمیگرده یعنی اینکه ما باید با واقعیت سیاست جلو بریم واقعیت سیاست گروهی از نهادها هستند گروهی از کنشگران هستند گروهی از روابط بین هستند که در درجه اول دولت رو به هم پیوند میدن و در مورد دولت دموکراتیک این پیوند به هر حال وابسته ای هست تا حدی لاقل از مردمی که به دولت مشروعیت میدن ولی اکثریت دولت های جهان دولت دموکراتیکی نیستند با این وجود حتی همین دولت هایی که دموکراتیک نیستند به نوعی وابستند به یک نوع ارزای مردمشون یک نوع خاموش بودن لاقل مردمشون در مقابل وضعیتی که دارن تحمل میکنن اگر نتونن پاسخی بدن به انتظاراتشون این دولت ها خودشون رو با موقعیت های بسیار خطرناکی روبرو میکنن ممکنه گفته بشه که اینطوره ونی منم این رو نفی نمیکنم ولی بر تقدیر تا اطلاع ثانوی دولت ها هستند که تعیین کننده هستند و سیاستی که در ایران وجود داشته از ابتدای انقلاب این سیاست بوده که در حقیقت به جای دولت ها به سراغ ملت ها بریم ما و مثلا به جای کشورهای عربی به که رابطه اونم کشورهای عربی خوب بکنیم با مردمان اینها که دارن با این دولت ها مقابله میکنن رابطه خوب بکنیم خب که همین هم به واکنش اونها منجر شد اینکه که, این دقیقا مخالف ریال پولیتیکه ما نمیتونیم بگیم مخالف اخلاقه ممکنه در اون زمانی که این اتفاق افتاد یعنی ما از آزادی خواهانه دفاع کردیم یا می کنیم خیلی کار خوبی هم بوده باشه و شاید الان هم باشه اگر ما بخوایم از دیدگاه اخلاقی به قضیه نگاه کنیم ولی جهان بر پایه یک پراگماتیسم سیاسی جلو میره نه بر پایه یک اخلاقی که از نظر ما اخلاقی باشه که توجیه کنه چه سیاستی باید داشته باشیم پس بنابراین آیا ما باید از این نتیجه بگیریم پس اخلاق رو ما باید کنار بگذاریم نه به هیچ عنوان من معتقد هستم که همونطور که گفتم بین دولت‌های حتی دموکراتیک هم تفاوت وجود داره ما میتونیم در عرصه بین‌المللی حضور داشته باشیم در بازی بین‌المللی حضور داشته باشیم و سعی کنیم این بازی رو به سود اخلاق به سود بهتر شدن وضعیت مردم جهان به سود تعادل بهتری در جهان توزیع بهتری از امتیازات در جهان تغییر بدیم در حدی که میتونیم به شرط این که مسئله نسبی بودن رو مسئله این که هر مطالبه ای رو که داریم نمیتونیم یک باره به اون برسیم رو در نظر بگیریم یک جامعه مثل ایران رو نمیشه تبدیل کرد به یک جامعه مثل جامعه ایکس توسعه یافته با 200 سال سابقه دموکراتیک از امشب به فردا و باید توجه داشت که چه مراحلی رو اون جامعه طی کرده ما باید طی کنیم چه سیاست های مختلفی رو باید اعمال کنیم تا بتونیم به اون هدف برسیم و اینکه اصولا چه شعارهایی رو, رو مطرح کنیم یک نوع سراب رو در مقابل مردم بگذاریم که با تغییر یک سیستم سی... با تغییر یک سیستم سیاسی مسائل اجتماعی حل خواهد شد خب کاملا غلطه اینکه این رو بگیم که یک سیستمی اصلا مانع هر گونه حرکت خب این ممکن واقعیت داشته باشه ولی این درست مثل این که ما با یک معلول رو به رو هستیم که همونطور که گفتم یک بدنی که تب و لرز و غیره داره میکنه و این تب و لرز نشوننده این است که بدن راه دیگه ای نداره برای دفاع از خودش ولی این تب و لرز نیست که بدنی رو معالجه میکنه ما به عنوان کسانی که, که فرهنگی هستیم باید درک بکنیم که موقعیت ایران چی هست و این موقعیت یک موقعیتی هستش که فضاته یعنی به صورت بلقوه موقعیت بسیار خوبیه ایران از لحاظ ژئوپلیتیک یکی از بهترین موقعیت های جهانی رو داره کشور ثروتمندی هست کشور جوانی هست کشوری هستش که با مهاجرانی که داشته درست این مهاجرت تلخ بوده و بسیاری از نخبگان رو ما از دست دادیم ولی خب در این حال هم اینها کسانی هستند که میتونن به صورت های دیگه ای به ما کمک بکنن به ایران کمک بکنن برای رشدش و غیره خب این یک امتیاز بزرگ داشتن این نخبگان همین داشتن یک نوع تنوع قومی زبانی و غیره که ما در ایران داریم اگر بتونیم این رو مدیریت درستی بکنیم برای ما یکی از بزرگترین شانس هایی است که داریم پس بنابراین این که ایران تونسته چند هزار سال به عنوان یک قدرت دولتی دوام بیاره یک امر مثبته این رو باید درست مدت تحلیل کرد نه به این شکل ملی گرایانه که ما بخوایم به صلاح جواب مشکلات خودمون رو در 2500 سال پیش پیدا کنیم یا بخوایم از خیالات و استوره هامون به نتیجه برسیم که امروز باید چیکار کنیم نه بس این نیست بسی که مطرحه اینه که ما به نوعی اگر سیاست هایی رو که در ایران پیاده شده بررسی کنیم، موقعیت های مختلف رو نگاه کنیم، اشتباهات رو بررسی کنیم و غیر و غیره، تاریخی رو که داریم و خیلی از کشورها ندارن اصولاً چنین تاریخی رو، آمریکای کشوری است با 200 سال تاریخ، ولی ما کشوری هستیم با 3000 سال تاریخ، خب اگر این رو ما تحلیل کنیم موقعیت های مختلف رو، میتونیم به نتیجه گیری های بسیار مناسبی برسیم ولی برای تحلیل این کار نیازه برای تحلیل این شعار کافی نیست برای تحلیل این ما نمیتونیم بشینیم و خیالات خودمون رو کوروش داریو شخامنشی غیر این حرف ها رو بزنیم برای این واقعا باید کار کنیم و کار بسیار کار سختی است کار مطالعه کردن کار کردن و غیر تاریخ خود رو شناختن مثل اینکه ما میخوایم هویت خودمون رو بشناسیم گذشته خودمون رو بشناسیم خانواده خودمون رو بشناسیم ببینید شما سعی کنید که دو نسل سه نسل خانواده خودتون رو کامل بشناسید و اینها رو تحلیل کنید چه آدم هایی بودن چه کار میکردن چرا سرنوشتشون چیزی شده که شما رسید به این نقطه ای که امروز هستید اگر رو همین شما تاکید کنید میبینید که چقدر کار سختی است شناخت یک ملتی شناخت یک مردمی سوابقی که دارن و به جایی که رسیدن و غیره و برای این احتیاج به کار هست احتیاج واقعا به دقت هست احتیاج به این هست که ما اشتباهات رو درک کنیم کارهای درستی هم که انجام شده رو درک کنیم تا بتونیم به این نتیجهی برسیم که امروز باید چه کار کرد جهان امروز جهان بسیار پیچیده ایه. مسئله سیاسی مسئله همیشه پیچیده ای بوده اما امروز پیچیده تره و دلیل اینکه من فکر می ما از سالهای هزاره سوم وارد یک چرخش جدیدی در جهان شدیم وارد یک چرخش جدیدی شدیم که یک دوراهی در مقابل اون هست این دوراهی از یک سو اینه که به همین شیوه که از بعض جنگ جهانی دوم تا سالهای 2000 انجام شد ادامه بدیم یعنی اینکه کشورهای توسعه یافته هر روز ثروتمندتر و ثروتمندتر بشن و در داخل خودشون هم یک قشر کوچیکی دائما ثروتمندتر و ثروتمندتر بشن و اکثریت فقیرتر بشن و اکثریت جهان هم دائما فقیرتر بشن و دائما از یک نوع داروینیسم اجتماعی در روابط بین و روابط ملی دفاع بشه از ایدئولوژی های مثل ملیگرایی دفاع بشه از ایدئولوژی مثل نجات پرستی دفاع بشه از بیگانه ترسی دفاع بشه که این سرانجامش گفتم نابودی کل بشریت یا اینکه به کلی تغییر جهت داده بشه یعنی ما بریم به طرف یک تفکر سیاره ای درک کنیم که همه جهانیان امروز در یک کشتی سوار هستند و دیگه مثل قدیم نیست که مثلا یک گروهی بتونن برای خودشون یک جای خوبی رو رزرو کنن و اصلا کاری به بقیه نداشته باشن و تصورم بکنن که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد چون اونها جاشون امنه دیگران هر اتفاقی میخواد براشون بیفته و نتیجه مهاجرت ها درسته که در کشورهای جهان سوم باعث فقر فکری اینها میشه فقر نیروی انسانی اینها میشه ولی در کشورهایی هم که اینها مهاجرت میکنن باعث یک نوع بحران هویتی میشه باعث این میشه که یک تکثر قومی پیدا کنن که همیشه نمیتونن اون رو مدیریت کنن فاشیسم در اینها روش میکنه پوپولیسم های فاشیستی روش میکنه ملی گرایی هایی که فهم کردن برای همیشه از بین رفته درشون روش میکنه و خود این دموکراسی هاشون رو تخریب میکنه در سیستم های مختلفی که ما در جهان غرب داریم الان دموکراسی ها فوق العاده ضربه خوردن در اروپا غربی گفتم در آمریکا و غیره و خب در جای دیگه هم نتونستن شکل بگیرن روسیه سی سال از سقوط شوروی گذشته درش ولی هنوز نتونسته یک دموکراسی رو به شکل بده هنوز در یک رژیم مافیایی هست در چین به رغم تمام رفرم های اقتصادی که انجام شده هنوز یک سیستم دسته بسیار سختگیرانه و وحشیانه ای هست که همه سعی میکنن از اونجا فرار کنن کشورهای جهان سوم وضعیت بسیار بدی دارن این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا کنه و باید تغییر کنه بنابراین ما تمام امکانات این تغییر رو به شکل بالقوه داریم اون چیزی که نداریم فرهنگی است که باید به ما امکان بده از عقلمون استفاده کنیم و بتونیم بدون تندادن اینطور شدید به احساسات و عواطف و اینطور رادیکالیسم بیهوده از جهت اینکه رادیکالیسم که به هیچ نتیجه ای نمیرسه بتونیم واقعا خودمون رو درک کنیم تا بتونیم در جهان باقی بمونیم مهمترین مسئله از نظر من که میخوام روش تاکید بکنم و همینجا صحبتم رو تمام بکنم چون فکر کنم یک اصل بنیادین هست این هست که ما باید هر چه زودتر در بازی جهانی شرکت کنیم در بازی جهانی شرکت داشتن یعنی بتونیم روابطمون رو با روابط جهانی هماهنگ کنیم همونطور که مثلا شرکت های هوایی هواپیمایی ما با شرکت های هواپیمایی جهانی هماهنگ هستند از قوانین یکسانی تبعیت میکنن یعنی از در بازی یکسانی مشارکت دارن و همین باعث میشه که شرکت های هواپیمایی ما لاقل اونهایی که از لحاظ بینالمللی پذیرفته شده هستن مطمئن هستن ممکن حالا یه ذره رفاه درشون کمتر باشه و مثلا هواپیما ها کهنه تر باشن و غیره ولی مطمئن هستن برای که اگر مطمئن نباشن هیچ وقت بهشون اجازه پرواز داده نمیشه در اون چارچوبه بین و هر اندازه ما به جهان بیشتر متصل باشیم و در پیوند باشیم و در همکاری باشیم وضعیت بهتری پیدا کنیم همین رو هم در مورد ورزش میشه گفت در مورد دانشگاه میشه گفت در همه موارد دیگر میشه گفت هر انجام هر اندازم که جدا بشیم از جهان وضعیت بدتری پیدا میکنیم و غیر قابل مدیریتتری پیدا میکنیم بازی جهانی در حال حاضر و تا اطلاع ثانوی بازی پراگماتیسم هست یا قواعد پراگماتیستی هست که در اون منافع ملی حرف اول رو میزنه یعنی هر کشوری اول به منافع خودش فکر میکنه و منافع ملت خودش مردم خودش فکر میکنه و بعد به منافع جاهای دیگه و در این حال در جاهایی که میتونن سیاست خودشون رو ادامه بدن و به رو ایجاد کنن جاهایی هستند که به نوعی امتیازات رو تجمیع نمی کنن در یک گروه کوچکی در جامعه فساد رو برای این کنترل می تا بتونن باز توضیع امتیازات رو به خوبی انجام بدن برای این هم نیاز هست که افرادی که شایسته هستند بتونن در جایگاه های شایسته قرار بگیرن خب این رو همه می ولی این که قرار نمی گیرن ام... لزومن راه حلش رادیکالیسمی که ما فکر کنیم با خشونت یا به هم ریختن اوضاع یا غیر و غیره ما میتونیم این کار رو انجام بدیم نیست چون بارها این اتفاق در هر جای جهان افتاده و نتیجه نبوده که با به با یک شایسته سالاری برسیم باید به نظر من تاکید بیش از هر چیزی بر به رشد فرنگی باشه این رشد فرنگی به صورت های مختلف هر کسی میتونه درش سهیم باشه و ازش دفاع کنه سعی کنه به هر شکلی که ممکنه مثلا در مورد همین سیاست بینومللی و سیاست داخلی واقعا رجوع به همین بحثی که کردم در مورد از یک طرف پراگماتیسم سیاسی یا اون ریال پلیتیک که قاعده هستش و از طرف دیگه یک نوع اخلاق سیاسی بحث کنیم بتونیم به نتیجه گیری برسیم حتی نخبگان بتونن به یک نتیجه گیری برسن که با هم بتونن توافق داشته باشن چیزی که امروز وجود نداره امروز ممکنه من اینطور حرف بزنم ولی کسان دیگه هستن که معتقدم باید ما صد درصد همون رای رو بریم که فرض کنیم فلان کشور دیگه رفته و هیچ راه دیگه وجود نداره همه مشکلات برمیگرده به اینکه ما دقیقا دنبال نکردیم راه مثلا کشورهای سرمایهداری رو بسیاری معتقدن نولیبرالیسم نه تنها چیز بدی نیست بلکه چیز بسیار خوبی است و علت این که ما عقب افتادیم این است که گروهی میان و از عدالت اجتماعی صحبت میکنن شما ببینید در همین جریانات اعتراض و غیره چقدر دفاع شد از کسی مثل ترامپ که در خود آمریکا اکثریت مردم آمریکا شاید بتونم میگم 70 هشتاد درصد مردم آمریکا مخالف ترامپ هستند اون گروه تند روی عقب افتاده تحصیل نکرده ای که اصلا هیچ چیز آر از به تشخیص نمیدن و آدم های بسیار توند رو نجات پرست و وحشی هستند که از ترامپ دفاع میکنن اگه بذارید کنار اکثریت آمریکایی ها مخالف هم با ترامپ به خاطر دلایل حزبی به او رأی میدن ولی حتی جمهوری خواه ها هم این به اصطلاح تمایلشون به ترامپ به خاطر ترامپ و ترامپیسم و اون پوپولیسم ناسیونالیستی و وحشیانه ای که ترامپ ازش دفاع میکنه به این دلیل که به حزب اونها حزب جمهوری خواه تعلق داره ازش دفاع میکنن و اگر خودشون هم میدونن که این راه به جایی نخواهد بود خب پس بنابراین در خود آمریکا هم این رو فهمیدن در اروپا که از همون ابتدا این رو فهمیدن ولی در ایران شما ببینید همین رسانه های خارج از ایران رو ببینید که چطور هنوز طرفدار ترامپ هستن و تصور میکنن که ترامپ ناجی بزرگ مثلا ایران بوده که اونها رو در موقعیت بهتری قرار بده خب ببینید که بس بین نخبگان هم حتی بر سر مسائلی به این وضوح که در میتونم بگم عرف بین المللی در موردش توافق هست توافقی وجود نداره این حاصل فرهنگ پایین ماست مثلا در علوم سیاسی ببینید رابطه ای رو که ما سالها ازش صحبت میکردیم در مورد اقوام که نباید ما وحدت ملی رو در مقابل فرهنگ قومی قرار بدیم اینها تضادی با هم نداره اینا چند هزار سالی که در ایران در کنار همدیگه داره کار میکنه تازه در این جریانات این اعتراضات بود که یه مقدار اون گفتمان ایران شهری کنار زده شد یعنی افراد دیدن که واقعا اون یک برنامه ای بود برای اینکه تعمدن جدایی بیاندازه بین اقوام ایرانی و به نوعی تحکیم بکنه پایه های دشمنی بین مردم ایران رو و امروز همه دارن از حقوق اقوام صحبت میکنن بدون اینکه کسی این رو در تضاد با وحدت ملی بدونه ما نیاز داریم که این مسائل رو بحث بکنیم این مسائل رو باز بکنیم درسته شرایط سخت شده شرایط الان سیستم افتاده در یک انقراض سیاسی خب بهای این انقراض رو هم خودش پرداخت میکنه و هم همه مردم باید پرداخت کنن ولی به هر حال ما باید اون کاری رو که درسته انجام بدیم کاری که درسته همینه که ما بتونیم اون چیزی رو که معتقدیم انجام بدیم یعنی فرهنگ رو بتونیم پیش ببریم و بتونیم بفهمیم که سیاست درست چی است و چه چیزی باید دفاع کرد و در اون جهت حرکت بکنیم اون چیزی که درست است به نظر من تا اطلاع سانوی یک فرهنگ ملی هست ولی نه ملی گرا فرهنگی است که در همکاری و همزیستی با سایر فرهنگ ها بدون اینکه بخواد خودش رو برتر از دیگران ببینه کار کنه گذشته خودش رو تبدیل نکنه به یک عاملی برای به خود این تفکر نجات پرستانه این تفکر خود رو به طور کلی بگذاره کنار در خیلی از موارد در بسیاری از موارد با توجه به انفرادی که ما داشتیم ما امروز بیشتر باید چیز یاد بگیریم از دیگری کشورها تا اینکه بخوایم به دیگری کشورها درس بدیم و خب این رو براش نیاز داریم که گروهی از قابلیت رو در خودمون تقویت کنیم زبان خارجی بتونیم یاد بگیریم تجربه دیگری کشورها رو یاد بگیریم تاریخ اونها رو بخونیم فرهنگ اونها رو بخونیم اینقدر درون گرا و اینقدر سرمون توی خودمون نباشه و اینقدر خودمون رو تافته جدا بافته ندونیم مسلمه که جهان بدون ایران چیزی کم داره ولی ما هم بدون جهان بسیاری چیزها رو کم داریم بسیاری از اون چیزهایی رو که ما امروز داریم ازش استفاده میکنیم و بدون اون دیگه نمیتونیم زندگی کنیم رو مدیون تاریخ بشری هستیم تاریخ بشری رو اینجوری نمیشه تیکه تیکه کرد و این ملی گرایی و این به وجود مادن دولت های ملی امروز اجتناب ناپذیره ولی که فعلا جهان ساختش اینه ولی نباید تصور کنیم که این از روز ازل اینطوری بوده و تا عبد هم اینجوری باقی میمونه فرهنگ در اشکال مختلف وجود داشته و وجود خواهد داشت و بنابراین درک موقعیت خودمون موقعیت جهان و این رابطه در اون برون از طریق همزیستی و یک مبادله مناسب هست که ما رو ممکنه به نتیجه مناسبی در آینده برسونه و باز گفتم اجتناب از سیاه و سفید دیدن مسائل و اعتماد کردن به امر سیاسی در مقابل امر اجتماعی و تمرکز کردن روی امر سیاسی و یک نوع انتظار بیش از اندازه از امر سیاسی ما رو میاندازه به یک نگاهی که به یک سرابی داشته باشیم که به نتیجه نمیرسیم و همین باعث معیوز شدن میشه و باعث میشه که تصور کنیم نه همین اون چیزهایی که ما فکر میکنیم غیر ممکنه نه غیر ممکنی وجود نداره و ما میتونیم و باید بتونیم جایگاه بهتری در جهان داشته باشیم و در بین خودمون و بتونیم با هم به صورت همزیستان سرهامیز و بدون تنش و خشونت زندگی کنیم بسیار ممنون از همه شما